سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال مستر ریپورتر، وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. بیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما را حمایت میکنید. در این برنامه میخوایم گریزی بزنیم به تازه های هنرمندان. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در هفته ای که گذشت، ساره بیات برای نخستین بار عکسی دو نفره به همراه همسرش علیرضا افکاری منتشر کرد و فریبا نادری، هنرپیشه کشورمون، با انتشار یه استوری از مرگ برادرزاده 3 ساله نرگس محمدی خبر داد. مهسا طهماسبی، خواهرزاده فرهاد آیش و بازیگر سریال دیوار به دیوار، از ازدواج خودش خبر داد و بهرنگ علوی درخواست خودش از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، در اینستاگرام رو مطرح کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. 4 اردیبهشت ماه امسال بود که علیرضا افکاری، آهنگساز مشهور کشورمون که بیشتر با ترانه سرایان آن سوی آب همکاری داشت، از ازدواج با ساره بیات خبر داد. البته پیشتر منوچهر هادی، کارگردان سریال دل، هم بعد از انتقاداتی که در مورد سن بالای هنرپیشه‌های نقش اول این داستان مطرح شد، از ازدواج قریب الوقوع ساره بیات خبر داد. با این حال تا به امروز هیچ تصویری دو نفری از این دو هنرمند در کنار هم دیده نشده بود، تا اینکه روز گذشته ساره بیات تصویری از خودش به همراه علیرضا افکاری در صفحه شخصی اینستاگرامش که 2.9 میلیون دنبال کننده داره منتشر کرد. فریبا نادری، هنرپیشه جوان کشورمون، این هفته با انتشار استوری جدیدی از فوت برادرزاده نرگس محمدی خبر داد و به او تسلیت گفت. نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش در سریال ستایش و همسر علی اوجیه. البته هنوز علت فوت برادرزاده نرگس محمدی اعلام نشده، اما برخی شنیده‌ها حاکی از اینه که امیرعلی 3 ساله، فرزند محسن محمدی، در حمام دچار خفگی شده و جانش رو از دست داده. نرگس محمدی یه برادر به اسم محسن و یه خواهر به اسم سارا داره و در سال 96 با علی اوجی، بازیگر و کارگردان ایرانی، ازدواج کرد. این زوج هنرمند هر دو 38 ساله هستند. به دنبال این اتفاق، بسیاری از هنرمندان کشورمون، از جمله زیبا بروفه و الهام حمیدی، با انتشار استوری‌های جداگونه به نرگس محمدی تسلیت گفتند. برسیم به موضوع ازدواج مهسا طهماسبی. مهسا طهماسبی، هنرپیشه جوان کشورمون، با انتشار تصویری از ازدواجش خبر داده و چنین نوشته: و تو تمام من شدی. خانم طهماسبی متولد سال 1372 و بیش از 62 هزار دنبال کننده در صفحه اینستاگرامش داره. این هنرپیشه جوان با بازی در سریال دیوار به دیوار به شهرت رسید و به گفته خودش با معرفی فرهاد آیش، شوهر عمش، توانست وارد عرصه بازیگری بشه. آیشه گل، هنرپیشه سریال مطرح که در اون نقش خواننده ترک تبار رو بازی میکنه، با انتشار تصویری در اینستاگرام خودش تولد پرویز پرستویی یا هم بازی در سریال مطرب رو تبریک گفته. آیشه گل بیشتر از 600 هزار دنبال کننده در صفحه اینستاگرام خودش داره و قبلا ترانه‌ای به نام سوز وردیم رو با اقتباس از ترانه بهت قول میدم با همکاری محسن یگانه و به زبان ترکی اجرا کرده. برسیم به موضوع درخواست اینستاگرامی بهرنگ علوی از ابراهیم رئیسی. بهرنگ علوی، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، با انتشار پستی در اینستاگرام خودش از ابراهیم رئیسی درخواست کرد که بعد از در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری، بهروز وثوقی رو برگردونه. آقای علوی با انتشار تصویری از این هنرپیشه پیش از دوران انقلاب و با اشاره به صحبت‌های آقای رئیسی که گفته بود زمینه رو برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کنم، نوشت: الوعد وفا. محبوب یک ملت رو برگردونید. این پست در حالی منتشر شد که شهرام شب‌پره، خواننده لس آنجلسی، نیز در مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی خواستار بازگشتش به ایران شد و گفت: حاضرم دیگر نخوانم، اما اجازه دهید به کشورم برگردم. در ادامه بخشی از صحبت‌های شهرام شب‌پره رو می‌شنویم. نرم نه کامبی جان، به من اجازه بدن که دادن مردم که بدونم، به من اجازه بدن من برم تو مملکتم یه کار دیگه بکنم. بابا خوانندگی نخواستی.
بله که میرم، آرزو ایرانو میبینم. اقدام کردی هیچ وقت مثلا بیای ویزا بگیری بره؟ اقدام نه، ولی همه چی دارم. بله اقدام برای پاسپورت ایرانی دارم، تمام چیز ازدواجمو بهم دادم، همه کارامو کردم، ولی خب من باید برم کار کنم. من از اون خواننده‌ای نبودم که پول جمع کرده باشم. الان من هنوز توی تنها زندگی میکنم، خونه ندارم خودم. موضوع بعدی در مورد جشن تولد لاکچری سپهر حیدریه. سپهر حیدری بازیکن اسبق تیم‌های مثل کرمان و پرسپولیس که حالا در کیش زندگی می‌کنه و مدیریت یک باشگاه خصوصی به نام سرخپوشان سپهر کیش رو بر عهده داره، تصویری از تولد سورپرایزی خودش در اینستاگرام منتشر کرد که توسط همسرش آرام جوینده برایش در یک قایق تفریحی ترتیب داده شده بود. همچنین گلشیفت فراهانی، هنرپیشه سابق سینما و تلویزیون، با انتشار تصاویری از خودش در صفحه اینستاگرامش که حالا بالای 10 میلیون نفر دنبال کننده داره، از همکاریش با برند جواهراتی کارتیه خبر داد. همزمان برند کارتیه هم با انتشار چند پست و منشن کردن خانم فراهانی این همکاری رو تایید کرد. کارتیه از برندهای لوکس و گران جواهرات دنیاست که مقر اصلی اون در فرانسه قرار داره. ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.